تو این ویدیو میخوایم بریم سراغ یکی از تکنیک های هایلایت کارکشن یا همون اصلاح مناطق روشن. سلام عرض میکنم خدمت دوستای خوبم، به استودیو من خوش اومدید. من میثم خادم پور هستم و با یکی دیگه از آموزش های فتوشاپ در خدمت شما. توی این آموزش میخوایم بریم سراغ هایلایت کارکشن و با هم یه تکنیکی رو بررسی بکنیم و ببینیم که چه کارهایی میتونیم انجام بدیم. قبل از اینکه بریم سراغ دسکتاپمون و تکنیک رو با هم بررسی بکنیم، یه چند تا نکته میخوام بهتون بگم، اونم در رابطه با اصطلاحاتی هستش که توی ویرایش عکس، حالا چه عکسای طبیعت، چه عکسای پورتره، چه عکسایی که مربوط میشه به تبلیغات و صنعتی، اینا رو میخوام بهتون بگم که مقدار بیشتر باهاش آشنا بشید، بعد بریم سراغ تکنیکمون و کاری که میخوایم انجام بدیم. ببینید دوستای خوبم، زمانی که ما میخوایم یک عکسی رو ادیت بکنیم چند تا مرحله کاری هستش که باید به اینا دقت بکنیم و اینا به صورت استاندارد در تمام دنیا وجود داره و تمام ادیتورها ازش استفاده میکنن. یکی از چیزهایی که به گوشتون هم رسیده و دیگه باهاش آشنا هستید چیزی هست به اسم color correction یا اصلاح رنگ‌ها، که خب ما میایم رنگ‌ها رو اصلاح میکنیم، اما قسمت‌های دیگه هم وجود داره داخل تصویرمون که اینها هم برای خودشون یک سری استاندارد دارن و یک سری اصطلاحات دارن، مثلا هایلایت کارکشن یا شادو کارکشن یا گری کارکشن. به هر حال اینا قسمت‌هایی هستن که داخل تصویرتون هستن و هر کدوم به صورت جداگانه تکنیک‌های خاص خودشو دارن و یک ادیتور عکس همه اینا رو به عنوان یک چک مارک برای خودش در نظر می‌گیره و دونه به دونه اینا رو بررسی می‌کنه و عکسشو ادیت می‌کنه. ما میایم رنگ‌های تصویرون رو درست می‌کنیم، بعد می‌ریم مناطق روشنش رو درست می‌کنیم، می‌ریم مناطق تیره‌ش رو درست می‌کنیم، مناطق میانه رو درست می‌کنیم و اینها رو کنترل می‌کنیم و یه بخش دیگه هست به اسم تکسچر، اونم همینطور می‌تونه جزء اون پروسه کاریمون باشه، اون مراحل کاریمون باشه. به هر حال این چیزی که الان دارم بهتون میگم یه چیز استاندارد هستش و تمام ادیتورها ازش پیروی می‌کنن. که حالا داخل این ویدیو، داخل این تکنیکی که الان می‌خوایم با هم بررسی بکنیم، ما می‌خوایم بریم سراغ هایلایت کارکشن یا همون اصلاح مناطق روشن. البته اینم بهتون بگم که وقتی که میگیم اصلاح، خیلی از دوستان فکر می‌کنن که باید درستش بکنیم. اصلاح کردن بر مبنای درست کردن نیست. بعضی وقتا ما نیاز داریم که به وجودم بیاریم. یعنی بعضی وقتا نیاز داریم که حذف کنیم، بعضی وقتا نیاز داریم که به وجود بیاریم. به هر حال این پروسه و این چارچوبی که حالا براش در نظر گرفته شده رو ما میگیم اصلاح مناطق روشن، که یا همون هایلایت کارکشن هستش. که حالا داخل این عکس من میخوام مناطق روشنی که داخل عکس وجود نداره رو برگردونم، ریکاوری بکنم، که عکسم از نظر زیبایی، از نظر عناصر بصری خیلی بهتر و جذابتر بشه. اگه این ویدیو رو داخل کانال یوتیوب من دارید میبینید، بهتون پیشنهاد میکنم که حتما گزینه سابسکرایب رو بزنید، علامت زنگوله رو هم بزنید که از این به بعد من ویدیو براتون گذاشتم اولین نفری باشید که این ویدیو رو میبینید. و اگه داخل پیج اینستاگرام دارید نگاه میکنید، در انتهای آموزش اگه خوشتون اومد لایک بکنید، کامنت بذارید، نظر خودتون رو نسبت به این آموزش بگید و اگه باز دوست داشتید برای دوستاتون هم ارسال بکنید. اما بریم سراغ دسکتاپمون و ببینیم که این قسمت هایلایت کارکشن یعنی چی و خب این تکنیکی که می‌خوایم اجرا بکنیم به چه شکل هستش. همونطوری که می‌بینید یک عکسی من داخل کامپیوترم باز کردم و خب این عکسم توسط آقای علیرضا رفاعی عکاسی شده، بر من ارسال شده که ادیتش بکنم و اینجا من این لایه رو خاموش روشن می‌کنم که کاملا متوجه بشید. یک بخش‌های داخل عکسمون هستش که قبل از اینکه این لایه رو به وجود بیاریم کاملا یک دست و خارج از هایلایت‌ها هستن. یعنی ما هیچ هایلایتی روش نداریم و اون بکش یا اون فضایی که حالا این محصول داخلش قرار گرفته کاملا یک دست شده، که حالا من این تکنیکی که میخوام بهتون یاد بدم با این روش اومدم این قسمت‌ها رو، هایلایت‌هاش رو تقویت کردم، به قول گفتنی به قول دوستان کشیدم بیرون و خب یک بُعد دیگه‌ای به تصویر من میده و از نظر بصری یا از نظر همون عناصر بصری میتونه کادر منو زیباترم بکنه. اما روش کارمون به چه شکل هستش؟ من این لایه رو پاک می‌کنم، ببخشید، این لایه رو پاک میکنم، از اینجا شروع میکنیم کارمون رو ادامه میدیم. خب لایه بک‌گراندمون که هستش، البته قفل نیست، ابی نداره، میرم در زیر مجموعه سلکت، ما فرمانی داریم به اسم کالر رنج. فرمان کالر رنج بر مبنای نور، رنگ و فضاهای روشن، فضاهای تیره میتونه برای شما یک انتخاب داشته باشه. میتونید یک بخشی رو بهش معرفی بکنید، درصدش هم میتونید مشخص بکنید، فازینس رو میتونید مشخص بکنید یا همون دامنش هستش و یک انتخاب در اختیار شما میذاره و از اون انتخاب ما میتونیم استفاده بکنیم، حالا هر چیزی که میخوایم، هر چیزی که تو ذهنمون هستش رو به وجود بیاریم. کاری که الان من اینجا میخوام انجام بدم اینه که
در قسمت سلکتش میرم سراغ مناطق هایلایت یا همون مناطق روشن و دو تا اسلاید دارم، یه قسمتی هست به اسم فازینس که دقیقاً این قسمت هستش و یه قسمتی هم هست به اسم رنج که همون دامنه هستش یا همون مکانی هستش که مد نظر من هستش یا رنجی که مد نظر من هستش. من رنجش رو کم میکنم. وقتی که زبانه رو حرکت میدید میتونید برای فتوشاپ مشخص بکنید که کدوم قسمت از فضاهای روشن و تیره رو نیاز دارید، که من الان خاکستری ها رو بهش میدم اینجا و بعد میرم بهش میگم که از نظر فازینس یا از نظر دامنه یه مقدار دامنه بیشتری برای من در نظر بگیر. حتی این هم میتونم یه مقدار برگردم عقبتر، مثلا عدد 40 و از اینجا میتونم بهش بگم که عدد 50 رو برای من در نظر بگیر. مکان مورد نظر خودم رو مشخص کردم، بهش گفتم که کدوم فضاهای نوری رو میخوام با استفاده از رنج و همینطور تو قسمت فازینس بهش گفتم که چه دامنه نیاز دارم. و خب اگر الان روی دکمه اوکی کلیک بکنم اون دیتایی که من بهش دادم رو به عنوان یک انتخاب در اختیار من قرار میده. روی دکمه اوکی کلیک میکنم و اون فضایی که انتخاب کردیم شد به عنوان یک سلکت و بعد از این میرم سراغ یک اجاستمنت قدرتمندی به اسم کروز که میتونه کلی کار برای من انجام بده. اجاستمنت کروز اجاستمنت بسیار قدرتمندی هستش، اما توی این تکنیک من از خود کروز نمیخوام استفاده بکنم، بیشتر از خاصیت کروز میخوام استفاده بکنم با ترکیب بلندینگ مودها. بنابراین میرم سراغ بلندینگ مودها و بلندینگ مود اسکرین رو براش در نظر میگیرم. متد کروز اینجوری هستش که اگه این اجاستمنت رو روی یک عکسی فعال بکنید و از بلندینگ مود استفاده بکنید میاد نورهای عکس شما رو محاسبه میکنه و با متد بلندینگ مود اسکرین اون مناطقی که حالا براش مشخص کردیم داخل ماسک رو روشن میکنه، که الان اتفاق افتاد و با خاموش روشن کردن این لایه کاملا میتونیم متوجه بشیم. اما یک نکته ای باید در نظر بگیریم که ما بیشتر میخوایم تمرکزمون رو بذاریم روی فضاهای خارج از سوژمون یا خارج از اون محصولمون، پس بنابراین یک اصلاحاتی داخل ماسکم باید ایجاد بکنم و اون محصولی که داخل ماسکم هستش رو حذفش بکنم، که دکمه آلت رو میگیرم روی ماسکم یه بار کلیک میکنم. این الان پریویو ماسک من هستش. میرم سراغ ابزار براش با رنگ مشکی، این قسمت ها رو یه خود سایزم رو بزرگتر کنم، هاردنس هم 0، این قسمت ها رو تیره میکنم که روی محصولم تأثیر نذاره. این روشی که داریم استفاده میکنیم داخل عکاسی طبیعت هم استفاده میشه، داخل عکاسی پورتره هم استفاده میشه به این صورت. الان تأثیرش روی بک‌گراند هستش یا فضای دور محصولم هستش، ولی یه مقدار زوم میخوام بکنم که کاملا متوجه بشید یک باگ این وسط وجود داره، یک مشکل این وسط وجود داره. اونم چیه؟ ببینید دوستای خوبم، زمانی که از کالر رنج استفاده میکنیم و یک سری قسمت ها رو انتخاب میکنه، به صورت پریویو بهتون نشون بدم، جاهایی که انتخاب شده به صورت دنده هستش و کاملا مشخصه داخل تصویر ما. اگه همینجوری رهاش بکنیم شاید توی چاپ مشخص باشه و شاید هم حتی مشتریمون متوجه بشه. باید کارهای دیگه ای انجام بدیم که خیلی نرمتر و لطیفتر بشه. بنابراین باید بریم سراغ یک فرمان دیگه. فرمانی داریم به اسم بلندیف که این بلندیف میتونه اون نرمی رو برای ما ایجاد بکنه. توی فضای خالی لایه‌ام دوبار کلیک میکنم، پنجره‌ای برای من باز میشه به اسم لی استایل. در قسمت پایینش فرمانی هست به اسم بلندیف. اینقدرم بزرگ هستش من نمیدونم کجا باید بذارم واقعا شما ببینید. سعی میکنم که بهتون نشون بدم. توی قسمت پایین، توی قسمت بلندیف قسمت پایینش دو تا زبانه داریم، یک زبانه تیره ها هستش و یک زبانه روشن ها. خب ما میخوایم چیکار بکنیم؟ ما میخوایم اینو نرم تر بکنیم، یعنی اون انتخابی که اتفاق افتاد و روشنش کردیم از حالت دندونه خارج بشه یا از حالت پراکندگی پیکسلی خارج بشه و یه مقدار نرم تر باشه. وقتی زبانه تیره ها رو به سمت جلو هدایت میکنم کاملا متوجه میشید که فضاهای تیره لایه پایین من ریکاوری میشه و داخل لایه بالا قرار میگیره، یا اینجوری میتونیم بگیم که از لایه بالا فضاهای تیره لایه پایین حذف میشه. کاملا اینجا شما میتونید ببینید. پس خیلی راحت میتونم این زبانه رو به سمت جلو هدایت کنم تا این حد مناسبه، دقت کنید به تصویر دقیقاً اینجا، و بعد دکمه آلت رو بگیرم این زبانه رو به دو قسمت تقسیم بکنم. تقسیم شدن زبانه یک جورای گرادینت برای شما درست میکنه، گرادینتی که رنگی نیست، گرادینتی که داخل ماسک شما هستش، داخل لایه شما هستش، و این باعث میشه که کار شما نرمتر و تمیزتر باشه.
که خب حالا اینا میتونم یه مقدار ببرم عقب‌تر، این محدوده محدوده خیلی کوچیکی هستش، و بعد روی دکمه اوکی کلیک میکنم و اینجا میبینید دیگه کاملا خاموش روشن میکنم، کاملا میبینید که فقط فضاهایی که توی مناطق روشن قرار گرفته بودن اونا تحت تاثیر قرار گرفتن و اونا روشن شدن. خب اینجوری کار من تمیزتر میشه و اگه برگردیم عقب کاملا میبینید که یک سری مناطقی که نور کمی داشتش برگشت و الان بیننده ما، کسی که داره عکس ما رو میبینه، خیلی راحت‌تر متوجه میشه که جنسیت و متریالی که داخل تصویر ما هستش چی هستش. یعنی این مناطق روشن، وجود این مناطق روشن باعث میشه که اون ضخیم بودن، خشن بودن اون سنگ‌ها داخل تصویر من مشخص بشه و از نظر بصری هم میتونه تصویر منو جذاب‌تر بکنه. اول آموزش بهتون گفتم که خیلی از دوستانی که عکاسی طبیعت میکنن، حالا از کوه و دشت و خیلی چیزهای دیگه عکاسی میکنن، از این تکنیک استفاده میکنن که اون جنسیت و متریال اون فضایی که حالا داخلش قرار گرفتن رو نشون بدن، که مثلا روی سنگ ها، مثلا کنار ساحل عکاسی که میکنیم، روی سنگ ها یک برق خاصی ایجاد میشه. خیلی راحت با این تکنیک میتونیم اونا رو تقویت بکنیم و بیننده حس بهتری نسبت به عکسمون داشته باشه. مرسی که تا این لحظه همراه من بودید، امیدوارم از این آموزش خوشتون اومده باشه. اگه دوستش داشتید حتما لایک بکنید، لایک کردن شما نشون دهنده رضایت شما از این آموزش هستش. مثل همیشه گر نکوبی شیشه غم را به سنگ، هفت رنگش می شود 70 رنگ. دلتون شاد، لبتون خندون، خدا نگهدار.